سلام علیکم، چطورین؟ خوش اومدین به پارت دو تست نوشیدنی‌های جالب و جدید سوپرمارکتی. اگر پارت یکو ندیدین، دیروز براتون گذاشتم، حتما بعد این ویدیو برین اونم ببینین که کلی نوشیدنی‌های خوشمزه با هم تست کردیم و بریم برای بقیه‌اش که ببینیم که کدوم از همه خوشمزه تره. یادتون نره قبل از شروع ویدیو حتما سابسکرایب کنین، لایک هم بزنین. بزن بریم. نوشیدنی بعدیمون اینه، اسم برندش لئونارد و قیمتش 35000 تومان. از همه اینایی که تا الان تست کردیم گرون‌تره. چرا اون وقت؟ بذار ببینم که آیا طبیعیه، بدون گاز، آناناسه و آلوورات که آیا آلوورا داره؟ تم دهنده ی آناناس داره ولی ژل آلوورا رو داره، احتمالاً برای همینه که گرونه. و استویا داره، یعنی اینکه شکر توش نداره. این خوبه، پس احتمالاً برای همین گرونه. اینم میتونه جزء نوشیدنی های سالم باشه دیگه، چون هم آلوورا فوق العاده خاصیت داره و خوبه، توش هم نمیشه ویتامین C داره، همین که شکر نداره دیگه. ولی بطریش رو دوست ندارم، اون یکی خوشگل تر بوده. اوه این خیلی غلیظه، فکر کنم نمیاد بریم. چه جالبه، من کلن نوشیدنی آلوورا دوست دارم، ولی این با همش متفاوت بود چون کلن تکسچرش ژله‌ایه، یعنی اونجوری نیست که فقط تیکه ها رو داشته باشه. اولا که تیکه های آلووراش خیلی زیاده و معلقه، اونجوری هم نیستش که کفش جمع شده باشه. و خود نوشیدنیش هم اصولا آلوورایی دیدیم مثل آبه، ولی مثل آب نیست، نمیشه ژله آلوورا، حالت ژله‌ای داره. مثلا با نی نیمد. من خیلی خوش آمد از این، چند تا مدل مختلف هم داشت. حالا این مثلا با آناناس بود، بکنم با انبه و یه همچین چیزایی هم داشت. تهمزه آناناس رو داره و کلن دوستش داشتم. و میدونی خوراکه که یه تابستونا مثلا دم استخر که مثلا داری آفتاب میگیری و هوا گرم و اینا، چون آلوورام خنکیه، این خیلی میچسبه. من امتیاز 9 بهش میدم چون خیلی خوش آمد و دوباره میگیرمش حتما. شما هم ببینین که این شکلی، اگر خواستین بگیرین یه اسکرین بگیرین. من پیشنهادش میکنم، تکسچرش واقعا باحاله. من نوشیدنی های ژله خیلی دوست دارم و طعمای دیگه‌ش هم بگیرم. آلوورا برای پوستم خیلی خوبه، معلومه که واقعا توش داره، چون حس میشه دیگه. نوشیدنی بعدیمون باز از همون برند پرسیسه که زعفرونش هم توی پارت یک تست کردیم. خیلی خوش رنگه این، اصلا خیلی باحاله و 100% که گاز داره. بله، این با طعم لوندر یا همون استخدوسه. چرا ما بهش میگیم استخدوس؟ واقعا لوندر خیلی نازه ولی استخدوس خیلی خشنه. شما هم همینجوری فکر کنید. و سیب با طعم استخدوس، بیسش سیبه. یعنی این نوشیدنی ها سالم نیست اصلا، بین اینا که مخصوصا الان تست کردیم، چون هم گاز داره، هم شکر داره، هم اصلا اسانس دیگه، هیچ فایده ای نمیرسونه. ولی تابستونا میچسته، مثلا شربت زعفرون و استخدوس و اینا حال میده. کاملا مزه نوشیدنی سیب گازدار میده و فقط فکرم رنگش رو از لوندر الهام گرفتن، چون من اصلا طعم دیگه جز سیب ازش نمیگیرم. و لوندر بچه خیلی هم آرامش بخشه، اگر دوستای مثلا یه دم نوشی قبل خواب بخورین که استرستون حالا کم بشه، خوب بخوابین، میتونین لونده بگیر نظر تاری و به صورت دمنوش بخورین، خیلی خوبه. اصلا چیز خاصی نبود، اصلا حتی نمیتونه جزء نوشیدنی های عجیب باشه، با اینکه فکر میکردم که لوندره و از همه اینا عجیب تره. امتیاز 5 رو بهش میدم، اونم فقط به خاطر رنگش و پکیجینگش و اینا، چون اومده اینجوری بزرگ اینجا مثلا نوشته لوندر و عکس لوندر زده، ولی فقط مزه سیب گازدار میده. سیب گازدار مثلا دوست ندارم، لیمونادو ترجیح میدم. خب نوشیدنی بعدی هم ترکیب جالبی داره، شاید خیلی جدید نباشه ولی من اینو امتحان نکرده بودم، از سانستاره. کلا این نوشیدنی این شکلی همشون اسموتی و طعمای خاصی داره. انجیر و آووکادو، واقعا نمیدونم چی عذاب در بیاد. به علاوه بلوبری، توت فرنگی، موز، پرتقال. بله، من اگه اینو میدونستم که اینو نمیخریدم. من فکر کردم خیلی باید خاص باشی. Smart juice, smart choice, smart life. این مثل اسموتی سنیچ نیست بچه ها. این 65% بگو آب میوه داره، ولی ویتامین C داره و بعد از باز شدن هم که تا 4 روز و
بریم که امتحانش کنیم ببینیم انجیر آووکادو چی از آب در میاد. به خدا اینم فقط بخواد مزه سیب بده، عجب بوی عجیب غریبی داره دختر، اصلا بوی آب میوه نمیده. هر لحظه مزه میدم، مزه انگورم دارم میگیرم. انگورم گفتم؟ نه، بلوبریه احتمالا اون طعمه که مزه انگور میده. میدونی مثل چیه؟ از این اسموتی هایی که تو کافه ها مثلا بهت میدن طعمش خیلی قاطی پاتی خوشمزه است ولی اصلا نمیفهمی طعمه چی میده. یعنی اگر نمیگفتم من تا صبح فکر میکنم نمیفهمیدم دقیقا چی ها توشه. اولین چیزی هم که میگفتم انگور بود که اصلا نداره. باحال بود، من خوشم آمد، ولی هر جایی بود که مثل سنیچه آب میوه طبیعی باشه اونجوری بیشتر میگرفتم. اینجوری ترجیح هم با آب میوه طبیعی هست، ولی همش خوب بود دیگه. اگر از آب میوه چند میوه خوشتون میاد اینو امتحان کنید. به نظرم امتیاز 8 هم بهش میدم. نوشیدنی بعدی ناسالم تری نشونه، نوشابه کولاه ولی از آیسی مانکی. خیلی دوست داشتم بدونم که آیسی مانکی چه شکلی میتونه باشه کولاش، آیا خوشمزه هست مثل کوکاکولا یا نه. و اینکه اینم همون 25000 تومانه. کی شد که واقعا انقدر همه نوشابه شد 25؟ یعنی 4 نفر میری فقط 100 تومن پول نوشابه آدم میشه؟ اصلا نمیشه واقعا. اون 5 تومن بود اوکی بود، ولی 25 واسه نوشابه واقعا زیاده. روشم نوشته با طعم کولا. بچه ها این اصلا خوشمزه نیست. یعنی نوشابه ایرانی های خودمون زمزم و اینه خیلی خوشمزه تر از اینه به نظرم. دیمی اولش که میخوری هم مزه کولا رو اینا رو میده، گازش هم خوبه، ولی یه تهمزه خیلی بدی داره که اصلا نمیفهمم چیه اون. حتی بهتون میخوام بگم چه تعمی، ولی مزه بد اصلا دوستش ندارم. یعنی این همینجوری باید بره تو ستاش خال. کی به تو گفت حالا کولا بزنی نمیتونستی؟ خیلی بده. چیه؟ انگار مثلا تهش پیازه. نمیدونم طعم بد. اینجا میگم اصلا خوشم نیومد از این. بهش 2 میدم. حتی نوشیدنی بعدی از برند کاله است و از لاین لاکیوه که این از شیر گرفته شده و روش نوشته آب گازدار با طعم لیمو. نمیدونم آخه از شیر گرفته شده یا آب گازداره، ولی خب با استویا شیرین شده. این جایگزینه خوبیه برای نوشابه در مواقع اضطراری، چون هم گاز داره هم لیمویه هم شیرینه ولی با استویا. نریز جون تو رو قرآن. خب. چه گازی هم داره همینجور میپره بالا. استویاشو خیلی کم ریختید. شیرین نیست. خیلی خوشم نیومد داستشو بخواین، چون که نمیدونم فکر میکردم باید شیرین باشه. البته که من دقیقا دیروز پیروز بود دنبال آبگازداری بودم که شیرین نباشه، ولی از این چون انتظار داشتم خورد تو ذوقم. بزرگش هم داشت به جای نوشابه و اینا خوبه، ولی شیرین نیست. یه آبگازداریه که طعم لیمویی داره، بعد آبگازداری هم که شیرین نباشه یه کوچولو اون طعمش انگار یکم به تلخی میزنه. شاید هم به خاطر اینه که فرآورده شیریه و مثلا آبگازدار معمولی نیست، نمیدونم. ولی در حد امتیاز 8 هست. ولی در حد امتیاز 8 هست برای اینکه میشه جایگزین نوشابش کرد، ولی مثلا بچه ها اینا خوششون نمیاد چون شیرین نیست. نوشیدنی آخرمونم باز از کاله است، پروتونیک، و اینم باز مثل همون اون یکیه و برای الکترولایت های بدن و اینا خیلی خوبه. این 39000 تومانه، ولی خب حجمش هم میشه گفت دو برابر اونه. من با تایم بلوبریش گرفتم، خیلی تمای زیادی داشت، لیمو و نمیدونم اینجور چیزا. 90 کالری داره و 7 نوع ویتامین داخلش داره، ویتامین B, E, C و سدیم، پتاسیم، منیزیم. با استویا شیرین شده و همین. راستشو بخوایم من از این دستبرد زدم، میبینین؟ تا اینجاشو رفتم و خیلی خوشم اومد. حالا چند روز پیش خوردم، الان دوباره امتحان میکنیم. این از اون یکی خوشمزه تره. یادتونه گفتم اون یکم مزه داروی و جوشان داره، این اونو نداره، کاملا مزه شربت میده، شیرینیش هم خوبه. حجم و قیمتش هم خب دو برابره اونه دیگه. انقدر میوای شیرین خوردم یکم برام بیتم شد، ولی من از این خیلی خوشم اومد. 100% دوباره میگیرمش.
و برای وعده ورزش و اینا خیلی حال میده. حجمش هم یه جوریه که فکر کنم دو دفعه اینا آدم بخوره، حجمش زیاده، 500 میلی لیتر دیگه. آقا یه دونه دیگه هم مونده بود، اتفاقا جز جالبا هم بود، یه برندی اومده موگو موگو رو تقلید کرده و کپی برداری کرده، دلدور یه همچین چیزی نمیدونم. و اینکه بغل موگو موگو هم گذاشته بود سوپرمارکتیه، بعد تو شک بودم که این واقعا ایرانیه، اول فکرم عربی. این مدلی هم که من گرفتم انبس با تکه های نارگیل، ولی خب دیدین موگو موگو چقدر پره، اینو میبینی خیلی کمتره نسبت به اون. حالا ببینیم طعمش چجوریه. اینجاش هم یه استیکر کیوته. چه اصرار داریم ما ایرانی همه چی رو بخوایم کپی کنیم که بقیه اشتباهی بخرن. اینم همون بافت ژله‌ای داره، یعنی این نوشیدنی خیلی رقیقی نیست، بد نیست، به حال من خوش آمد. اگه بتونم به اون تکه های میوهش هم دسترسی پیدا کنم خوبه. یه دونه اومد ولی من هم چجور نارگیلیه، این بیشتر مثل آلوورای بافتش. طعمش بد نیست کلن، اگر نخوایم با موگو موگو مقایسه کنیم من بدم نیمد، چون هم بافت ژله‌ایش باحالش کرده، طعم انبش هم خوشمزه است و طبیعی هم نیست دیگه، کاملا طعم دهنده است. به خاطر همین ما بهش امتیاز 7 میدیم، ولی طعمش خوشمزه بود، از انتظارم بهتر بود. اینم از آخریش، امیدوارم که خوشتون اومده باشه، من که خیلی خوش گذشت. اگه دقت کرده باشین اصلا قور نزدم تا ته ویدیو، بخاطر اینکه من خیلی نوشیدنی دوست دارم، یعنی ولم کنین دو تا انقدی میتونم با غذا مثلا نوشیدنی خوشمزه بخورم، یه موقعی بیشتر از خوراکی هم دوست دارم. و میتونم بگم که همش خوب بود، به غیر از اون آیسی مانکیه که اصلا امتحان نکنین، و اون نوشیدنی انگور آلیس هم که خیلی معمولی بود، بقیه‌اش ارزش امتحان کردن داره. و مرسی که وقتتون در اختیار من گذاشتین، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی و تست خوراکی بعدی، خدافظ.